ژنو سوئیس بار دیگر میزبان مذاکرات هسته‌ای است و جان کری و محمد جواد ظریف برای دومین بار پس از تفاهم لوزان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. وندی شرمن و عباس عراقچی هم پس از گفتگوها در وین به این مذاکرات پیوستند. درست یک ماه تا پایان ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران و غرب برای پایان نگارش متن توافق احتمالی باقی مانده و در اتاق‌های این هتل قرار است جان کری و محمد جواد ظریف مهمترین موانع پیش روی مذاکرات را بررسی کنند. هلگا اشمید معاون سیاست خارجی و کارشناسان اتحادیه اروپا و همچنین ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در این مذاکرات حضور دارند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، هفته‌های پیش رو تا 10 تیر ماه 30 ژوئن هفته‌های دشوار برای تمامی طرفین مذاکره خواهد بود. با این حال، طرفین باور دارند هنوز امکان رسیدن به توافق وجود دارد. گفته می‌شود برنامه کاری جان کری برای ماه آینده طوری تنظیم شده که باید انتظار دیدارهای بیشتر وزرای خارجه ایران و آمریکا را داشت. طی ماه گذشته، گفتگوهای فشرده در وین برای نگارش پیشنویس توافق جامع در جریان بوده است. مذاکراتی که یک مقام ارشد آمریکایی میگوید پیشرفت‌های سازنده‌ای داشته. به گفته یک دیپلمات غربی، جان کری امروز در گفتگو با محمد جواد ظریف بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید خواهد کرد. ایران پیش از این چنین درخواست‌هایی را رد کرده است و عباس عراقچی میگوید بر روی راه حل‌های جایگزین دیگری که نگرانی‌های امنیتی و دغدغه‌های موجود را برطرف کند کار می‌کنیم. بحث مصاحبه با دانشمندان به طور کامل منتفی هست و بحث بازرسی از مراکز نظامی هم به همین ترتیب. ولی در خصوص در چارچوب پروتکل الهی و در چارچوب رویه هایی که پروتکل الهی پیش بینی کرده در حال گفتگوهای ما ادامه داره. هنوز هیچ توافقی نه به دست آمده بوده قبلا نه هنوز به دست آمده. مذاکرات و بحث ها ادامه داره. یکی از موارد هست که به اصطلاح نحوه اجرای پروتکل الهی از موارد مورد اختلاف هست که داریم در موردش صحبت می‌کنیم. تا بیش از این قرار بود بحث راستی آزمایی از پرونده هسته‌ای ایران و بررسی ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته‌ای ایران توسط ایران و آژانس و به موازات گفتگوهای هسته‌ای ایران 5+1 بررسی بشه. اما حالا این موضوع به یکی از چالش‌های گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 تبدیل شده. تا جایی که وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده با توافقی که در اون بازرسی از تأسیسات نظامی ایران گنجونده نشده باشه موافقت نمی‌کنه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، ژنو.